در این قسمت صحبت ما روی محدوده‌های عددیه. یعنی چی؟ یعنی حدود عدد. بازم یعنی چی؟ یعنی بزرگتر، کوچکتر، بزرگتر مساوی، کوچکتر مساوی. حالا دقت بکنید. محدوده‌های عددی رو ببینید. میگه در این قسمت با علامت‌های کوچکتر، کوچکتر مساوی، بزرگتر و بزرگتر مساوی آشنا میشه. خب x کوچکتر از 5، این یعنی چی؟ بچه نگاه کنید، اینجا مساوی نداره. این حواستون باشه، مساوی نداره. یعنی اعدادی که از 5 کوچکترن ولی خود 5 دیگه نیستن. اگر یک مساوی اینجا داشت میشد x‌های کوچکتر مساوی 5، یعنی از 5 کمتر خود 5 هم شاملش میشد. ولی اینجا دیگه نداره، اینجا فقط میشه اعداد کوچکتر از 5 که دیگه خود 5 شامل نمیشه. حالا اگه بخوایم به صورت نمودار نمایش بدیم، 0 1 2 3 4 5 رو دارن. اولا خود 5 نیست، تو خالیه، ولی گفته چی؟ x های کمتر از 5، یعنی از 5 به قبل، هر چی باشه میشه جواب این عبارت ما. حالا بعدی رو ببینین، ایکس های بزرگتر مساوی 2 یعنی چی؟ یعنی از 2 بزرگترن، خود 2 هم هستش، بزرگتر مساوی 2. این حواسمون باشه. پس بیام اینجا روی محور، از 2 به بعد ایکس هایی که از 2 بیشتره ولی خود 2 هم هست، چون خود 2 هم هست پس عبارتی که من دارم یک نقطه توپره، یعنی خود 2 رو شامل میشه به بعد. اینجا چی؟ 5 رو شامل نمیشد به قبل. آره. این یعنی چی بچه؟ x بین منفی 2 هست با 4. من اصلا با این کاری ندارم. این یعنی چی؟ x های کمتر از 4 ولی خود 4 دیگه نیست، چون مساوی نداره. حالا من بی خیال میشم، این یعنی چی؟ ایکسای بزرگتر از منفی 2 ولی خود منفی 2 دیگه شاملش نمیشه. پس میگیم چی؟ اعدادی که من میخوام بین منفی 2 و 4ه، از منفی 2 بزرگتره ولی از 4 کوچکتره، ولی منفی 2 و 4 یک جزء اونا نیستن. پس بچه ها بین منفی 2 و 4، بین منفی 2 و 4 ما بی شمار عدد داریم، بی نهایت عدد داریم، ولی حواستمون باشه منفی 2 و 4 دیگه خودشون نیستن. حالا این یعنی چی؟ x بین منفی 2 و 4 دوباره، باز بین منفی 2 و 4 ما بی شمار عدد داریم، ولی اینجا منفی 2 دیگه خودش حساب میشه. میگه منفی 2 رو هم قبول کنید ولی 4 دیگه جز اون اعداد نیست، چون مساوی نداره. حالا اینجا چی؟ میگه ایکسای من، اعداد من بین منفی 2 و 4 هن. بین منفی 2 و 4 ما بی شمار عدد داریم، ولی خود منفی 2 و خود 4 هم حساب میشن. چرا؟ به خاطر که مساوی داریم، یعنی توپر هستن. حالا این مثال رو ببینیم. اومده مجموعه آ رو به صورت آکولاد اینطور تعریف کرده. دونه دونه بریم جلو. میگه مجموعه آی ما همون ایکس، همون ایکس، ولی ایکس های من چیه؟ داره تعریف میکنه، میگه به طوری که. حالا اینجا دیگه خیلی مهمه. اولا اینکه ایکس های شما باید عضو اعداد طبیعی باشه. یعنی چی؟ یعنی از یک به بعد. و ایکس های شما باید بین 3 و 9 باشه که خود 3 هست، چون مساوی داره، ولی خود 9 دیگه نیستش. پس من ایکس رو میخوام ولی نه هر ایکسی، ایکس های طبیعی رو میخوام ولی نه هر عدد طبیعی، ایکس هایی که بین 3 و 9 باشن. پس در واقع چی میشه بچه ها؟ میشه 3 4 5 6 7 8. من به دنبال این ایکس هستم. پس آیه من ایکس بود، ایکس هم تعریف کرد برام،
پس آیه من میشه همین. حالا بعدی رو میام جلو، میگه این مجموعه که من دارم 3 تا x به علاوه 2 هست، ولی من نمیدونم x چیه. اومد تعریف کرد، گفته x های شما باید عضو اعداد صحیح باشن. خب اعداد صحیح خیلی زیاد بودن بچه ها، ولی اومده محدودش کرده، گفته x هایی که بین منفی 2 و 3 که منفی 2 رو شامل نمیشه چون مساوی نداره، ولی 3 رو شامل میشه. پس من به دنبال اعداد صحیحی هستم که بین منفی 2 و 3. پس بچه ها بین منفی 2 و 3 چی میشه؟ دقت کنید، منفی 1، 0، 1، 2 و خود 3 قابل قبوله. چرا؟ چون خود 3 مساوی داره، 3 قابل قبوله، ولی منفی 2 رو دیگه نمیتونیم قبول بکنیم چون مساوی نداره. پس مرحله اول، من ایکس رو تونستم به دست بیارم، ایکس های من بین منفی 2 و 3 که عضو اعداد صحیح باشه رو من نوشتم، ولی آیا جواب سوال اینه؟ نه، سوال از من چی رو خواسته؟ 3 ایکس به علاوه 2 رو میخواد. من به دنبال اعضای مجموعه هستم، گفته مجموعه که ما داریم 3 ایکس به علاوه 2 هست، نه ایکس خالی، قبلی ایکس خالی بود، اینجا 3 ایکس به علاوه 2 هست، ولی من باید به ایکس این اعداد رو بدم. یه با منفی 1 میدم میشه 3 در منفی 1 به علاوه 2، یه با 0 میدم، یه بار 1 میدم، یه بار 2 میدم و یه بار 3 میدم و حساب میکنم 3 در منفی 1 منفی 3 به علاوه 2 میشه منفی چند؟ 1. 3 در 0 میشه 0 به علاوه 2 میشه 2. تا الی آخر که حساب بکنیم مجموعه‌مون میشه منفی 1 2 5 8 11.